عناوین خبرها. رئیسی: این که می‌بینید مرحله اول گرانی است. ما برخی از گرانی‌ها را گذاشتیم برای سال آینده. فیلترینگ فضای مجازی قابلیت اجرا پیدا کرده است. فیلتر اینستاگرام و واتساپ. جیک سالیوان: توافق برجام روی میز است. بستگی به ایران دارد که آن را قبول یا رد کند. و ادامه تغییرات امنیتی: مجید خادمی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران شد. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدن. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. رئیسی: این که می‌بینید مرحله اول گرانی است. مردم نگران نباشند. ما برخی از گرانی‌ها را گذاشتیم برای سال آینده که فشار تورمی یک دفعه به مردم وارد نشود. رئیس جمهور ادامه داد: لایحه دو فوریتی برای مجلس شورای اسلامی تهیه کردیم که افزایش برخی از کالاها به سال بعد محول شود. تورم 60 درصدی ماهانه. هم کسری بودجه داشتیم. کسری بودجه بسیار در واقع سنگین، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی. اینا وضعیتی بود که ما باش مواجه بودیم و اینا همش موجب تورمه. با مجلس صحبت کردیم، برخی از این موارد رو بتونیم امسال با توجه به اصلاح اقتصادی انجام دادیم، امسال این کار انجام نشه، این کار رو ما بتونیم به تأخیر بندازیم که چند علت تورمی در یک سال اتفاق نیفته. میشه اینو سالهای بعد اقدام کرد که این پیگیری رو داریم از طریق مجلس انجام بدیم. یه لایحه دو فوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش ها رو ما بگذاریم برای سال بعد. فیلترینگ فضای مجازی قابلیت اجرا پیدا کرده است. فیلتر اینستاگرام و واتساپ. غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون اصل 44 و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 6 تیر از احتمال اعمال محدودیت برای نرم افزار پرکاربرد فضای مجازی در پی مصوبه اخیر مجلس خبر داد. وی در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی ارائه داده شده است، اعلام کرد که با مصوبه اخیر مجلس فیلترینگ همه ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتساپ و اینستاگرام قابلیت اجرایی دارد. این نماینده مجلس تاکید کرد در صورتی که مصوبه اخیر مجلس به تایید شورای نگهبان برسد، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند شکایت کند که طرح صیانت برای کسب و کار، اقتصاد و گردش آزاد اطلاعات مضر است و نیز نمیتوان درخواست لغو آن را داد. غلامرضا نوری افزود: با اینکه سرنوشت طرح صیانت مبهم و نامعلوم است، اما با مصوبه اخیر مجلس این طرح از شفافیت و بازخواست مصون خواهد بود. مجلس شورای اسلامی 29 خرداد امسال با اعمال اصلاحیه‌های دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایات‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کرد و امکان شکایت قضایی مردم از این دو نهاد را بست. جمهوری اسلامی از سالها پیش علاوه بر شماری از وبسایت‌ها، تعدادی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از جمله فیسبوک، توییتر و تلگرام را فیلتر کرده است. علاوه بر فیلترینگ، حکومت ایران در سالهای اخیر سرمایه گذاری گسترده‌ای برای اجرای طرح‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات و صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی انجام داده که هدف این طرح‌ها تسلط بیشتر بر اینترنت و کنترل فعالیت‌های آنلاین کاربران است. نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر این طرح‌ها را مغایر با تعهدات جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات آزاد می‌دانند. در رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2021 هم ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 178 قرار گرفت. سانسور، فیلترینگ، قطع اینترنت، کنترل دولت بر رسانه‌ها، بازداشت فعالان رسانه‌ای، خشونت علیه روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مبنای این رده‌بندی قرار می‌گیرد.
جیک سالیوان: توافق برجام روی میز است. بستگی به ایران دارد که آن را قبول یا رد کند. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید توافق برای احیای برجام روی میز و قابل دسترسی است و این بستگی به تصمیم ایران دارد که آن را قبول یا رد کند. جیک سالیوان روز دوشنبه 6 تیر در یک نشست مطبوعاتی در آستانه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام اعلام کرد ایالات متحده معتقد است که بازگشت زمان تهران و واشنگتن به برجام در راستای منافع آمریکا و شرکای این کشور است. به گزارش سایت کاخ سفید او گفت دیدگاه آمریکا صریح است و مدت هاست که مصمم هستیم ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا نکند. مشاور امنیت ملی آمریکا افزود به اعتقاد واشنگتن توافق دیپلماتیک بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. دو روز بعد از اعلام خبر برگزاری قریب الوقوع مذاکرات احیای برجام از سوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات این هفته برگزار خواهد شد و افزود که آمریکا وعده داده است انتفاع اقتصادی ایران از برجام را تضمین کند. بر اساس گزارش منابع غربی و ایرانی، محل مذاکرات در دوحه قطر بوده و گفتگوها قرار است از روز سه‌شنبه 7 تیر آغاز شود. گزارش‌ها حاکی است که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز دوشنبه برای انجام این گفتگوها وارد دوحه شد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی نوشت که علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، نیز قرار است در روزهای 28 و 29 ژوئن در دوحه حاضر شود. مذاکرات برجام از فروردین امسال متوقف شد و در این مدت تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای ایران افزایش یافت که از جمله نشانه‌های آن صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس و واکنش ایران در غیر فعال کردن دوربین‌های نظارتی آژانس بوده است. ایران طی ماه‌های گذشته خواستار حذف نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و تضمینی دولت جو بایدن به عدم خروج دولت‌های آتی ایالات متحده از برجام شده است. دولت جو بایدن صلاحیت دادن تضمین از طرف دولت‌های آتی را ندارد. ادامه تغییرات امنیتی. مرید خادمی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران شد. بعد از برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و تغییر فرمانده یگان حفاظت ولی امر، روز دوشنبه 6 تیر اعلام شد مرید خادمی نیز با حکم رهبری جمهوری اسلامی به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منصوب شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش، خبرگزاری‌های دولتی و وابسته به سپاه این خبر را به طور رسمی اعلام نکردند، اما چند سایت خبری داخل ایران نوشتند مجید خادمی جانشین محمد کاظمی شده که اواخر هفته گذشته به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. سرتیپ سپاه مجید خادمی تا پیش از این رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده است. سلسله تغییرات مهم سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی سپاه از 2 تیر آغاز شد که روابط عمومی سپاه اعلام کرد محمد کاظمی جایگزین حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه شد. خبر برکناری آقای طائب از سازمان اطلاعات سپاه در حالی در روزهای آغازین ماه تیر منتشر شد که تمام هفته آخر خرداد با گزارش‌ها و اظهار نظرهای مقامات اسرائیل درباره نگرانی از برنامه‌ریزی ایران برای دزدیدن یا کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه به عنوان انتقام از مرگ حسن صیاد خدایی سپری شد. 2 روز بعد از برکناری آقای طائب نیز روابط عمومی سپاه پاسداران 4 تیر ماه اعلام کرد که حسن مشروعی‌فر در مقام فرمانده سپاه حفاظت ولی امر جانشین ابراهیم جباری شده است. سپاه حفاظت ولی امر یگانه ویژه است که مسئولیت حفاظت فیزیکی از علی خامنه ای، بیت رهبری، نهاد رهبری و ساختمان‌های زیرمجموعه‌های آن را بر عهده دارد که مجموعه شمار کارکنان آن بیش از 12,000 نفر تخمین زده شده است. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که ریاست
آن از امروز به مجید خادمی سپرده شده یکی از نهادهای اطلاعاتی سپاه است که وظایفی چون مقابله با جاسوسی در داخل سپاه، جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو با خط مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و نظارت سیاسی امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح را بر عهده دارد. در سال‌های اخیر گزارش‌های نیز درباره بازداشت برخی مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر شده، اما جزئیاتی از این بازداشت‌ها و محاکمه‌ها به صورت رسمی به رسانه‌ها راه نیافته. در گزارشی که سایت اصلاحات نیوز درباره تغییرات جدید در این سازمان منتشر کرده، آمده است که فساد اقتصادی یا اخلاقی، جاسوسی یا دیگر موضوع‌های مربوط به فرماندهان و نیروهای سپاه پاسداران توسط این نهاد رسیدگی می‌شود و به همین دلیل بیشتر اتفاق‌های مربوط به این نهاد رسانه‌ای نمی‌شود و جنبه کاملاً محرمانه دارد.